در تیمم شرایط مختلفی لازم هست برای اینکه تیمم صحیح باشه تیمم جای وضو یا جای غسله همطور که غسلم و وضو هم شرایط خاص داره در تیمم اعضای تیمم که عبارت است از پیشانی و روی دست راست و روی دست چپ چند تا شرط داره یکی اینکه پاک باشه بنابراین اگر زخمی هست که باعث نجس بودن دست من زخمه و خونی قابل شستشو هم نیست حتما اینجا من باید تیمم جبیره ای انجام بدم یعنی باید روی اون خون که قابل شستشو و پاک کردن نیست یه چیزی رو قرار بدم یه پارچه باندی چسب زخمی امثال اینها رو قرار بدم که روی نجاست تیمم نکنم اون وقت روی اون باند یا مثلا چسب زخم یا پارچه یا پلاستیک امثال اینها تیمم میکنم به این میگم تیمم جبیره ای پس اعضای تیمم که پیشانی است و روی دست راست روی دست هم باید پاک باشه اگر نجس بود تبدیل میشه به تیمم جبیره ای البته خود اون چیزی هم که ما روش تیمم میکنیم حالا سنگ خاک هر چیزی که تیمم بر اون صحیح هست اگر خواستیم بر اون تیمم بکنیم اونم حتما باید پاک باشه